آلفونگی از نظر نظامی و امنیتی معنی این چی هست؟ از سال 2019 سپاه پاسداران تحت لیست گروه‌های تروریستی است، اما در عین حال به نظر میرسه که اون اقدام‌های جدی که در مورد گروهی مثل داعش یا القاعده که توی همین گروه هستند انجام میشه، در مورد سپاه پاسداران اعمال نشده. به نظر میرسه که رفتارهای دوگانه‌ای داره این وسط. ایالات متحده اعمال میکنه در قبال سپاه پاسداران. این واهمه، این مماشات دقیقاً چیه؟ بعضی ها این رو حتی دلیلی ذکر میکنن برای اینکه سپاه پاسداران باید از لیست گروه های تروریستی در بیاد، برای اینکه میگن احتمال جنگ رو میبره بالا. ولی این وسط چه شایبه ای هست؟ چه بازی این وسط در جریان بین دو دولت؟ فرمایش شما کاملا درسته، به خاطر اینکه ایالات متحده هیچ وقت سپاه پاسداران رو مساوی مثلا القاعده یا داعش ندونسته. حتی ما دیدیم که زمانی که سپاه قدس در لیست گروه‌های تروریستی بود، سال 2014 نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا کمک کرد به آقای قاسم سلیمانی و سپاه قدس و همچنین هشت شعبی عراق برای آزادسازی شهر تکرید از داعش. خب آخه اون موقع هنوز تو لیست گروه های تروریستی نبود، این گروه استن بود، گروه های تحت تحریم بود. ما در لیست گروه های تروریستی بودن، سپاه پاسداران کلیتش نبود، ولی آقای سلیمانی شخصا در لیست بود، سپاه قدس هم که در این حمله شرکت داشت در لیست بودش. و الان عرضه بنده اینه، آقای ویسی میگه که جمهوری اسلامی یک نیروی شریه، سپاه پاسداران شره. عرضه بنده اینه که بله شره، ولی در این دنیا متاسفانه شرطر از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی هم وجود داره. یک موردش هم همین داعش که خدمتتون عرض کردم. خب پس چی؟ ایالات متحده همیشه در مذاکره رو باز نگه می‌داره برای اینکه از این نیروها کمک بگیره برای مبارزه با شر بزرگتری از سپاه یا خود جمهوری اسلامی. ببینید در متنی که من دارم از استیت دپارتمنت یا وزارت خارجه آمریکا داره میگه که در سال 2019 وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران رو کلش و خود IRGC رو و نیروی قدس رو تحت گروه FTO تحت FTO قرار داده، یعنی تو لیست گروه های تروریستی قرار داده. یعنی این مهمه که بدونیم که بعد از اینکه توی FTO قرار گرفته تعامل دولت آمریکا با سپاه پاسداران چگونه بوده. اون موقع تحت تحریم بودن، جزو گروه های تروریستی که تحت تحریم بودن. سپاه قدس در دوران بوش پسر در لیست FTO گنجانده شدش، کلیت سپاه در دوره ترامپ. عرض بنده اینه که زمانی که سپاه قدس در لیست FTO بود، نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا همپیمان سپاه قدس شد در مبارزه علیه با داعش.